طبیبان بیمارستان شهر قرغانتپه جان دو جوان ساکن ناحیه باخته را که میخواستند خودکشی کنند نجا دادند. گفته میشود که این دو نفر خیش یکدیگر بودند و در زمینه رد شدن ازدواجشان از جانب خانواده ها دست به خودکشی زدند. پلیس از این حادثه آگاه است. حادثه روز 5 اکتبر رخ داد و این دو نفر را راهگذران تصادفاً به بیمارستان انتقال دادند. به گفته طبیبان بیمارستان به نام بوری واحدوی شهر قرغانتپه، اگر انتقال آنها به بیمارستان دیرتر صورت می‌گرفت، حیدر حمیدزاده 27 ساله و جانانه حمیدوی 20 ساله زنده نمی‌ماندند. طبیبان بیمارستان که ما روز 10 اکتبر با آنها صحبت کردیم، گفتند که پسری عمک و دختری تقا که از مرگ رهیدند و بعضی آنها فعلا معتدل ارزیابی می‌شود. طبیبان این دو نفر را در بین خود لیلی و مجنون می‌دانند. در حالی که اکثر نزدیکان این جوانان از شهر موضوع خودداری میکنند، یکی از نزدیکان پسر به رادیو آزادی گفت که این دو جوان یک سال اخیر عاشق همدیگر بودند و خانواده ها این را نمیدانستند، اما بنابر معنی نکاح خیش و تباری در کشور پدر دختر این ازدواج را کاملا قبول نداشته و ظاهرا دخترش را برای توی با جوان دیگر آماده میکرد. همین خیشی نزدیک گفت که حیدر حامیدزاده روز 5 اکتبر جانانه را از کالج تیبی شهر که دختر در آنجا تحصیل میکرد گرفته به ماشینش به سمت ناحیه دنقره برد. حالا این دو نفر جان به سلامت بردند و خویشاوندان به چه قادر بودنی آنها را به چشمی سر دیدند. معلوم نیست که بعدی به پا خیستن سرنوشتی آنها چی خواهد شد. از یک طرف قانونهای کشور ازدواج خیش و تباری را قاطعانه منع میکند، از طرف دیگر بعد این بدنامی گمان است که جانانه حامیدوه تواند به نفر دیگر ازدواج کند. بر اساس تغییر و علاوه ها به قانون آیله تاجیکستان، از 1 ایول سال 2016 شهروندان این کشور نمیتوانند به خویشاوندان نزدیک ازدواج کنند. دلیل اصلی معنی نکاح خیش و تباری تولید کودکان معیوب است و مقامات میگویند 30% کودکان معیوب از چنین ازدواج ها به دنیا آمدند.